پیام ایرانی ها به جنگ روانی و رجزخانی آمریکایی ها. امروز یک شنبه، ششمین روز از ماه مبارک رمضان. برکار؟ عجله دارم. برکار دارم. بله، آمدیم خرید. چی میخوایم بخرید؟ من تو خریدیم. از خانم رو گرفتیم آوردی خرید؟ تقریبا. تقریبا. پول که نیست. هر کسی سرش توی کار خودش بود. هم روزه داریم هم کار میکنیم، حرف نداره. روزای دیگه فرقی نمیکنه. با برکت، حرف نداره آقا. پر برکته، کار بیشتره. واقعا پر برکت. بله، برای ما کار پر برکت. و هر کسی به یه چیزی فکر میکرد. الان دقیقاً به چی فکر میکنی؟ الان به پول. یکی به فکر کنکور بود. میریم کتابخونه درس کنکور. کنکور. آره دیگه. الان فکر کنکوری؟ نه باشین. فکر ترام باش. فکر چی؟ ترام. اهمیتی نداره. یکی به فکر حقوق بازنشستگی. همه پولا رو داره میگیری. هنوز نگرفتم، بذار بگیرم. و یکی خرید میکنه. خرید کردین ان شاء الله؟ چرا با؟ همه چی گرینه. ملو طالبی دستم بو اندره ببر ببن. و اوزا کاسبی. بله چه کاسبی خوب نباشه. خدا رو شکر. 11400. خوبه. مرغ گرفتی برای آش خانم دیگه. و یکی به فکر آروم کردن بچه شیطونش. اومدیم بیرون یه خورده از اون شیطنتش کم شه تو خونه. شیطنت و بازیگوشش. شما شیطونی یعنی؟ قربونت برم. ای جانم. و کمتر کسی بود که به شیطنت های ترام فکر کنن. آقا سعید بیا داداش، شما راجع به مسائل سیاسی بیشتر میدونی. بیا داداش. آواشو آورده تو خلیج فارس. اونا 40 ساله هست. به قول سردار سپاه بود، گفت که اونا برای ما سیبله. آره آگه فروشش هم دیده بودیم، خیلی بامزه بود. زده بود واسه یه خانم دکتر فلان، حرف خیلی بار بود. جلو عقب سالم توپ. ناواشو آورده تو خلیج فارس. نه اینا که بیشتر جمعه نمایشی داره. ناواشون آوردن تو خلیج فارس. خب کسی؟ شما؟ چه میشه؟ نمیتونن، میخوان بترسونن، فقط هدفشون همینه که بترسونن، ولی خب نمیتونن. ناواشو آورده تو خلیج فارس؟ آره ناواشو آورده، خیلی هم ما بهش توجه کردیم. کاری هم نمیتونه بکنه، نگران نباشه. کاری نمیتونه بکنه. مردم ایران تا اونجایی که من میدونم عزیز من اجنبی پرست نیستن. ناواشو آورده توی خلیج فارس؟ ببین من با همین علمات هارون آباش رد میشم. غلط کرده، هیچ کاری نمیتونه بکنه. گردن کلفتی ما باج نمیدیم دیگه. آره آره، ما زمان ما جوانای زمان قدیمیم، باج ماج نمیدیم. ترام اهل قماره، بری سر قمارش میشینه، با قماربازا قماربازی کنه، ولی با ایران نمیده قماربازی کنه. و برخی هم گوشی به دست پیگیر کارهای روزمره شون. ترام پشت خط جان؟ ترام پشت خط؟ نه جواب نمیده. الان میگم ترام پشت خط، تو نمیخوای چیزی بهش بگی؟ چه گم شو باش خانم، ترام گفته زنگ بزنی. شکر با باباش دوست دارید برقرار بشه؟ مطلقا فکر میکنم. چرا؟ بگیم کنم نتیجه داشته باشه، به همچین آدمی نمیشه اعتماد کرد. واقعا نمیشه؟ مطلقا. آقا مردم تحت فشارن میگن. فکر میکنم تماس که بیرون تحت فشارتر قرار میگیره. واقعا باید بزنیم یا نباید بزنیم؟ خیلی کوچیک‌تر از این حرفاست که ما بهش زنگ بزنیم. اون باید ما زنگ بزنیم. اون گرفتارم میگن تو سختیم باید زنگ بزنیم. نه نباید شرفمون به این سادگی نباید بفروشیم. زنگ بزنیم به ترام؟ زنگم میزنم بهمون، میان دست پوستیمون. من تعجب میکنم اینا فکر کنم بیشتر جنبه طنز و جوک داره، اینجوری که بگه شماره دارن شماره ندارن. اگه این آقایون مسئولی به فکر این مردم باشن، احتیاجی به اون نداریم. مردم میگفتن جنگ جنگ روانیست. مذاکره کنیم با آمریکایی ها؟ نه اصلا. 4 سال پیش هم مذاکره کردیم ولی خب هیچی به هیچ. اصلا به فکر ترامپ و این چیزا نباشن. واقعا ناب میاره نمیدونم. اگه زنگ بزنیم جوکه آقا، خداحافظ شما. بر اینا همه جوکه. نه 4 سال مذاکره هیچ فایده نداره، دلیل نداره که باز مذاکره کنی. آره بابا آمریکا هر 40 سال داره حرف میزنه، کدومش عمل کرده؟ مردم تحت فشار اقتصادی هم. مردم پشت هم باشن هیچ اتفاقی نمیفته. گرفتاری سختی های مردم. ما تو سختی ها دوباره متحد میشیم در برابر ترامپ کل کشورها. واقعا بابا آقای میشه؟ واقعا میشه، چرا نمیشه؟ این سختی هم پشت سر میذاریم ما دوباره. مردم دوست دارن تماس مسئولینشون با اونها بیشتر باشه. مردم دغدغه اقتصادی و مطالبه اقتصادی دارن،
و میگن گره بیشتر مشکلات اقتصادی با حمایت از تولید داخل قابل حله. یوسف سلامی، خبرگزاری صدا و سیما.